مشارکت‌های اجتماعی، مطالبات و دغدغه جوانان در حوزه اجتماعی و اشتغال‌زایی همواره مورد تأکید بوده و نیازمند انسجام و برنامه ریزی برای رشد و تعالی جوانان است. وقتی که میشینیم پای صحبت مدیران، همیشه و ادبیات گفتاری ما حرف از توسعه است. هیچ کس نیست که در هر جایی که باشه وقتی دارم برگام در جای صحبت میکنه از توسعه صحبت نکنه. حالا غافل از این که معنا و مفهوم توسعه نمایان به منظور همفکری و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و پاسخگویی مسئولان، نشستی با حضور قشرهای مختلف جوانان در ایران شهر برگزار شد. نشستی که می‌تواند موجب تعامل و هماندیشی بیشتر بین جوانان و مسئولان باشد. نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این هستش که شما تمام می‌دید پروژه شروع می‌کنید، خب هیئت اجراش قرار چی کار بکنید؟ بازار هدف رو چطور تعمیل می‌کنید؟ چطور قرار هست که برنامه‌های توسعه و استراتژی کسب بازارهای بین‌المللی و محلی و کشور رو در دست بگیرید؟ جلسه که بود در حوزه توسعه اشتغال، بیزینس و کارآفرینی بود و ما هدفمون هستش که بتونیم بیشتر این دوره‌ها رو برگزار کنیم، این گردهمایی‌ها رو، و همینجا امیدوار هستم که بتونیم در زمینه توسعه اشتغال، کارآفرینی و استفاده از متدها و روش‌هایی که روز دنیا هست شرکت کنیم، استفاده کنیم و بهره ببریم. رشدی که شرکت ما تونسته انجام بده به خاطر همین نیروهای متخصص، تجربیات نیروهای کارگری با علم نیروهای دانشگاهی میکس شد و شرکت ما تونست یک انفجاری در اشتغال ایجاد کنه. دغدغه‌ای که بنده و تیممون داره بیشتر در حوزه عدم آگاهی و عدم آموزش جامعه ما هست. جامعه ما هنوز فضای اشتغال رو درک نکرده. برای اینکه این درک و این نگاه بیشتر بشه، توسعه پیدا بکنه، پیشنهاد شد کارگاه‌هایی برگزار بشه، همایش‌هایی برگزار بشه، آگاه‌سازی‌هایی صورت بگیره که در پایان جلسه رئیس جلسه روی این موضوع تأکید کردن و قرار شد جلساتی رو به صورت ماهیانه در رابطه با اشتغال و توسعه داشته باشیم. جلسه خیلی خوبی بود. با توجه به صحبت‌هایی که شد، انشالله بتونیم سازمان‌های مردم نهاد و حالا مسئولینی که در جلسه بودن در راستای اشتغال و اقتصاد قدم‌های خیلی پرباری رو برداریم. سمنها دیده نمی‌شه. سمنها اصلا ادارات آگاهی کامل از سمنها ندارد. در راستای دغدغه‌ای که دغدغه روز جامعه ما هست، دغدغه اشتغال، جلسه خوبی گرفته شد بین سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنن و کارگروه اشتغال شهرستان، و همینطور مقرر شد پس از این جلسه یکی از اعضای سازمان‌های مردم نهاد در جلسات کارگروه اشتغال به صورت مستمر حضور داشته باشند، و همینطور اینکه بتونیم همایش‌های مرتبط با کارآفرینی و اشتغال رو به صورت مشترک انجام بدیم. خیلی مشخصه دیدی برنامه وجود داره برای توسعه. چرا یه سری سرمایه‌گذاری‌های جست‌وگریخته انجام میشه، میگن که آقا الان ما رو توسعه اینقدر پروژه داریم، اینقدر نمیدونم کارخونه و شرکت و اینقدر فلان. خب همونجور که مستظر هستید، جلسه امروز ما با تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد ایران شهر بود که دغدغه‌مندی حوزه اشتغال و کارآفرینی شهرستان رو داشتن. این جلسه رو با حضور تعدادی از دستگاه‌های متولی این امر و جمع دیگه ای از سازمان‌های مردم نهاد برگزار کردیم. جمع‌بندی جلسه امروز ما این شد که در ماه‌های آتی انشاءالله بتونیم یک همایشی رو در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری و فرصت‌های سرمایه گذاری شهرستان، شناسایی سرمایه‌داران انشالله برگزار بکنیم با حضور سازمان‌های مردم نهاد شهرستان ایران شهر، و همچنین یک آنالیزی داشته باشیم و یک آرشیوی از سازمان‌های مردم نهادی که از حوزه‌های مختلف مجوز گرفتن و زمینه کاریشون رو مشخص بکنیم. بعد از اینکه زمینه کاری اینها رو مشخص کردیم،
سازمان‌های مردم نهاد مرتبط رو به هر کدوم از دستگاه‌های متولی شهرستان مرتبط بکنیم که در جلسات رسمی و در جلسات کارشناسی به خصوص در شوراها و کمیته‌های مختلفی که وجود داره دبیران مختلف بتونن هماهنگی بکنن و از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد هم در حوزه تصمیم گیری، هم در حوزه تصمیم سازی و هم در حوزه اجرایی شهرستان بتونیم استفاده بکنیم، که این خودش نوید دهنده این هست که میشه در راستای توسعه شاخص‌های شهرستان از ظرفیت مردمی و ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و NGO ها استفاده کرد.